ملاقات 15 دقیقه کریم و امباپه، چراغ سبز قطعی بر رئال. چلسی ویران شد، سقوط آزاد قهرمان اروپا با آبراموویچ. پایان دوران درخشان ستاره، اروپا دیگر جای مسی نیست. بارسلونا 0 گالاتسرای 0، تکلیف همه چیز در استانبول مشخص خواهد شد. فوران خشم الخلیفی در برنابئو میکشمد. بارسایی ها محو قدرت جادویی رئال در اروپا. نوریچ سیتی 1 چلسی 3، تیم توخیل حاشیه و سختی نمی شناسد. چلسی در روز سخت باشگاهش و با وجود حواشی بسیار به پیروزی خارج از خانه و ارزشمند دست یافت. نوریچ سیتی و چلسی در چارچوب بازی های هفته 30 فصل 2021-22 لیگ برتر انگلیس به مساف هم رفتند که در نهایت چلسی با نتیجه 3-1 پیروز شد. خشم نیمار، دست ندادن به مقصر اصلی حذف پی اس جی. و نظر می رسد نیمار بعد از حذف پاریس سن ژرمن از دست دوناروما بسیار عصبانی بوده است. شب گذشته یک ناکامی بزرگ دیگر برای پاریس سن ژرمن در لیگ قهرمانان اروپا رقم خورد. این تیم با وجود تمامی ریخت و پاشایی که در نقل و انتقالات تابستانی داشت، باز هم در رسیدن به رویای خود ناتوان بود و بعد از شکست 3-1 در سانتیاگو برنابه و حذف زودهنگامی را از لیگ قهرمانان اروپا تجربه کرد. شروع بازگشت رئال مادرید برابر پاریس سن ژرمن با اشتباه جان لویجی دوناروما همراه بود. اگرچند پاریسی ها معتقد بودند که روی دوناروما خطا شده، اما در عین حال تعلل بیش از حد دروازه‌بان ایتالیایی باعث شد کریم بنزما از این فرصت استفاده کند و توپ را بگیرد تا چند ثانیه بعد از آن خود این ستاره فرانسوی گل تصوفی بخش رئال را به ثمر برساند. حالا گزارش های منتشر شده مبنی بر اینکه ستاره برزیلی پاریس سن ژرمن یعنی نیمار بابت عملکرد دوناروما بسیار عصبانی بوده است. البته برخی گزارش ها حاکی از آن است که این عصبانیت دو طرفه بوده و دروازه‌بان ایتالیایی نیز به نوع نیمار را مقصر میدانسته، موضوعی که نهایتاً باعث شده این دو نفر در پایان بازی با یکدیگر دست ندهند. عصبانیتی که البته احتمالاً بیشتر از سوی نیمار بوده است. بارسلونا 0 گالاتسرای 0، تکلیف همه چیز در استانبول مشخص خواهد شد. بارسلونا میزبان گالاتسرای بود و در شب درخشش دروازه‌بان قرضیش درون دروازه حریف نتوانست گلی به ثمر برساند. پایناسوف با مانند جدال بانوپولی بازی برگشت سرنوشت ماجرای تیم ژاوی در لیگ اروپا را مشخص خواهد کرد. هفته آینده در استانبول. ستایش دنیال وز از بنزما. مدافع بارسلونا بعد از پیروزی رئال مادرید برابر پاریس سن ژرمن به ستایش از کریم بنزما پرداخت. رئال مادرید در شبی که بنزما درخشید و هتریک کرد، توانست پاریس سن ژرمن را با نتیجه 3-1 شکست دهد و راهی دور بعد شود. دنیال وز مدافع راست بارسا بعد از بازی در استوری اینستاگرامش و در ستایش از کریم بنزما عکس زیر را منتشر کرد و نوشت: برای من مهم نیست که او بازیکن رئال هست، عجب بازیکنی هستی کریم بنزما، تو چقدر خوبی، عاشق این بازی هستم. این پاس دنیال وز در حال است که این بازیکن سابقه حضور در پاریس سن ژرمن را دارد و مهمترین که در تیم رقیب یعنی بارسلونا بازی می کند. الکس کورتخا تنیسور سابق اسپانیا و از هواداران بارسا هم پست در ستایش از رئال مادرید منتشر کرد. رافا نادال یعنی رئال و رئال یعنی رافا نادال، هر دو چیزی در خود دارند که درکش دشوار و غیر ممکن هست، مگر اینکه هوادارشان باشی و البته می دانید که هوادار بارسلونا هستم. پایان دوران درخشان ستاره، اروپا دیگر جای مسی نیست. سریال شکست های کابوسوار مسی در اروپا. لیگ قهرمانان در چند سال اخیر با کابوس لینل مسی ستاره پاریس سن ژرمن تبدیل شده است. جذب مسی هم نتوانست با پاریس سن ژرمن در مسیر رسیدن به هدفش و فتح لیگ قهرمانان اروپا کمک کند. فن تیم شب گذشته با قبول شکست برابر رئال مادرید از گردونه رقابت تا حذف شد. رئال در بازی برگشت در سانتیاگو برنابئو و با هتریک بنزما توانست با نتیجه 3-1 به پیروزی رسیده و علیرغم شکست در بازی رفت به مرحله یک چهارم نهایی صعود کند. این در حالی است که مسی در بازی رفت فرصت باز کردن دروازه رئال از روی نقطه پنالتی را داشت، اما تیبو کورتوا با مهار ضربه پنالتی مانع از گلزنی مسی شد. آخرین قهرمانی این بازیکن آرژانتینی در لیگ قهرمانان به فصل 2014-15 برمیگردد و او پس از آن روزهای سخت را در این رقابت ها پشت سر گذاشته است. فصل 2017-18 بارسلونا و مسی توسط روم حذف شدند.
فصل 2018-19 بارسلونا با وجه پیروزی در خانه خود مقابل لیورپول اما در انفیلد شکست خوردند و توسط لیورپول حذف شدند. 2019-20 بارسلونا توسط بایرن مونیخ با نتیجه 8-2 حذف شد. و فصل 2021-22 پاریس سن ژرمن 3-1 رئال مادرید و مسی را از گردونه رقابت تا حذف کرد. چلسی ویران شد. سقوط آزاد قهرمان اروپا با آبراموویچ. استنفورد بریج روی هوا. روز گذشته باشگاه چلسی و هوادارانش خبر شوکه کننده دریافت کردند. قهرمان اروپا با تحریم‌های جدید دولت شاید به دسته دوم فوتبال انگلیس نیز سقوط کند. باشگاه چلسی امروز از فروش بلیط‌های بازی‌های خود یا جذب بازیکن جدید منع شد و پس از اضافه شدن رومن آبراموویچ به لیست تحریم‌های انگلیس باید فروشگاه‌های ورزشی خود را هم ببندند. چندین خبرگزاری اعلام کردند امکان دارد این باشگاه از لیگ سال آینده کنار گذاشته شود و به لیگ دست دو سقوط کند. الیگاریش 9.4 میلیارد پوندی روسی که رابطه نزدیک با ولادیمیر پوتین دارد از معامله با افراد و شرکت‌های بریتانیایی منع شده است. با این معنا که برنامه او برای فروش باشگاه اکنون متوقف شده است. با این حال دولت همچنان می‌تواند اجازه فروش را بدهد تا زمانی که آبراموویچ از نظر مالی سودی نداشته باشد. وضعیت فعلی چلسی به عنوان یک دارایی قابل توجه به گونه است که مجوز ویژه برای ادامه فعالیت دریافت کرده اما مالکان از هر گونه سود محروم خواهد شد. این باشگاه از فروش بلیط‌های خانه و خارج از خانه منع شده است. تنها هوادارانی که قبلا بلیط خریدند از جمله 28,000 دارنده بلیط فصلی هنوز اجازه حضور در بازی‌ها را دارند. همچنین این احتمال وجود دارد که بازی‌های لیگ قهرمانان پشت درهای بسته برگزار شود. زیرا بلیط‌ها اغلب جدا از بلیط‌های فصلی خریداری می‌شوند. ابهامات جدی درباره بازی چهارشنبه چلسی مقابل لیل در لیگ قهرمانان نیز وجود دارد که ممکن است برگزار نشود. چلسی نمیتواند با هیچ بازیکن قرارداد ببندد و مانع حضور بازیکن در بازار نقل و انتقالات تابستانی شود. اما کارکنان فعلی و بازیکنان همچنان حقوق دریافت خواهند کرد. همچنین میتواند با دریافت پرداخت های پخش تلویزیونی و ارائه غذا و نوشیدنی در مسابقات ادامه دهند. فوران خشم الخلیفی در برنابئو میکشمد. حمله رئیس پی اس جی به داوران و حریف. ناصر الخلیفی رئیس باشگاه پاریس سن ژرمن بعد از شکست تیمش مقابل رئال مادرید رفتار عجیبی از خود به نمایش گذاشته است. با حذف پی اس جی در دستان رئال در این بین ناصر الخلیفی رئیس باشگاه فرانسوی که طاقت نداشت یک بار دیگر ناکامی تیمش را در چمپیونز لیگ ببیند رفتار تأسف باری را از خود به نمایش گذاشت. در پایان بازی ناصر الخلیفی اتفاق عجیبی را در سانتیاگو برنابئو رقم زد. با گزارش مونیکا مارچانته از مووی استار الخلیفی بعد از بازی به سرعت مکان خود را ترک کرد تا با فریاد زدن به محوطه‌ای که برای تیم‌های مهمان در ورزشگاه تعبیه شده بود برود. در حالی که رئیس پاریس سن ژرمن بسیار ناراحت به نظر می‌رسید یک تصویر شرم آور را رقم زد. در واقع اصلی ترین هدف الخلیفی مورد اعتراض قرار دادن داور بوده است. با گفته باشگاه یک از کارمندان رئال مادرید این صحنه را ضبط کرده و الخلیفی که متوجه این قضیه شد به سمت او رفت تا با فریاد من تو را میکشم به او حمله کند. البته لئوناردو بعدا خواستار پاک شدن تصاویر موبایل کارمند رئال مادرید شده است که جنجال بسیار بزرگی را رقم زد. ملاقات 15 دقیقه کریم و امباپه. چراغ سبز قطعی بر رئال. طبق دای مارکا پس از اتمام بازی رئال مادرید و پی اس جی کریم بنزما و کیلیان امباپه به مدت 15 دقیقه در یک سالن های ورزشگاه برنابئو گفتگو کردند. با نقل از مارکا، کیلیان امباپه در طول 180 دقیقه از بازی رفت و برگشت برابر رئال مادرید ستاره بیچون و چرای زمین بود. در بازی رفت گل برتری پی اس جی را در دقیقه 93 زد و در بازی برگشت نیز در دقیقه 38 دروازه رئال مادرید را باز کرد. تمام نگاه ها قبل از دو بازی به سمت او بود. ستاره که شایعات زیادی در مورد انتقالش به رئال شنیده می شود. همه منتظر تماشای بازی او در برنابئو و برابر هواداران رئال مادرید بودند و به خوبی نیز ثابت کرد که چرا رئال تابستان گذشته قصد داشت 200 میلیون یورو برای او پرداخت کند. امباپه در پایان با ناراحتی و درد برنابئو را ترک کرد ولی به خوبی متوجه شده بود که انتخاب رئال تصمیم کاملا درستی بوده است. رفاقت بین امباپه و کریم بنزما بر کسی پوشیدن نیست. مهاجم رئال مادرید در پایان بازی به دنبال امباپه رفت و این دو به مدت 15 دقیقه در یک از سالن‌های اختصاصی برنابئو که ورودش برای هر کسی مجاز نیست صحبت کردند. در این ملاقات مادر کیلیان امباپه و وکیل بازیکن نیز حضور داشتند. به نمی‌توانست ناراحتی خود را پنهان کند ولی در تمامی 15 دقیقه رفتار دوستانه و گرم با کریم داشت و به خوبی حرفای او را گوش می‌کرد. نکته جالب دیگر انتشار تصویری زیر توسط بنزما در استوری اینستاگرام هست. کریم در آغوش امباپه که میتواند این پست را چراغ سبز قطعی به حضور ستاره فرانسوی در رئال برای فصل بعد تعبیر کرد.